هشتمین دقیقه و فرصتی که برای سایپا به دست میاد. اعتراضی هم در کار نیست. هیچ یک از دو تیم تراکتور سازی اعتراض نمی کنند. البته نه بخاطر اینکه پنالتی رو به گردن بگیرن، به خاطر اینکه به هر حال خاطر خوشی از تذکرات رو میده به بازیکنان پشت محوطه جریمه و باید ببینیم که این تیم به کجا میرسه. به نظر میرسه که منوچهری پشت ضربه قرار گرفته. قلب‌ها تپیدن میگیره در ورزشگاه یادگار امام. ضربه زده میشه و توی دروازه. گل برای سایپا. توپ درون دروازه قرار میگیره و سایپا اولین گل این بازی رو به ثمر میرسونه. سایپا 1 تراکتور سازی 0. یه بار دیگه صحنه رو با هم خواهیم دید. ضربه که زده میشه و پری 4 اسیلازین 1. احمد پوری او هم تو با از دست میده. یه موقعیت عالی برای سایپا. تک به تک با دروازه بان محمدی میگیره، در برگشت توی دروازه. گل دوم برای سایپا. کریم انصاری فرد. 2-0 سایپا را جلو میندازه. با این هم خوشحالیه کریم انصاری فرد. تماشاگر ناظر در ورزشگاه تیم سایپا را به خاطر زدن گل دوم تشویق میکند. البته مخاطبشون بیشتر کردند. با هم ببینیم شعارهایی در ورزشگاه میشنویم، البته شعارهای مطابق با عرف فوتبالی که فکر کنم در 3 سال اخیر نشنیدیم به خاطر این بازی تراکتور سازی. کریم انصاری فردی پنجم باقی میمونه. یک ارسال، خروج دهخانی از دروازه. حالا موقعیت برای شوت زنی کیانی که برمیگرده توپو به سمت راست میبره. جلیلی، مشتبه ترشیز. ارسال توپ روی دروازه. موقعیت، فرصت برای گل اول تراکتور سازی که به همیشه کم هست و این تیم یکی از 2 گل خورده رو جبران میکنه. سایپا 2 تراکتور سازی 1 در دقیقه 88. اما با این وضعیت این مدار خیلی بعیده که حتی تراکتور 1 امتیاز مسابقه رو بگیره. به هر حال یکی از 2 گل خورده رو جبران میکنند بازیکنان تراکتور سازی توسط علی علیزاده. در مسافه تک به تک علی علیزاده توپو به درون دروازه اول ردبندی است. علیزاده پرتاب توپ داخل محوطه جریمه. موقعیت برای جلیلی. پیکان 1-0 در برابر راه‌آهن به برتری رسیده. ارسال توپ روی دروازه. یه ضربه سر توی دروازه. توی دروازه. گل مساوی رو تراکتور سازی به ثمر میرسونه تا 1 امتیاز این بازی رو بگیره. در لحظات انتهایی تراکتور سازی ناباورانه به گل میرسه و خوشحالی محمد نصرتی به خاطر این گل که به ثمر میرسه و تماشاگران ناظر در ورزشگاه. تراکتور 2 سایپا 2. واقعا شرایط بازی به گونه ای نبود که تراکتور گل مساوی رو به ثمر برسونه، اما به هر حال از این شکست فرار میکنه تراکتور سازی. باید قبول کنیم که تراکتور در این بازی همون تراکتور همیشگی نبود، اما به هر حال نصرتی به شکلی که میبینید توپ درون دروازه قرار میده.